سلام به دوستان روز شنبهتون بخیر باشه سیزده اردیبهشت اردی بهشت 1399 دومه می 2020 من قبل از ورود به بحث اصلی که در واقع یک بحث آماری هست در مورد کرونا و بورس یه نکته بگم حالا در ایران روز دوازده اردی بهشت من روز معلم نامگذاری شده من دیروز فرصت نکردم مطلبی داشته باشم حالا نمیدونم اصلا کسی که من از بنا بی احترام به آقای متحری ندارم ولی به هر کسی که با بسیار از سنت های ایرانی سنت های تاریخی ایرانی مخالف بوده اگرچه در بعض از بحث های دینی از بسیار از افراد دیگه که هم ترازش بودن به بهتر فکر می به مقدار آزادندیشتر بود حالا توضیح میدم نمونه هاش رو هم ولی به وقتی بحث سنت های ایرانی و در واقع مراسم ایرانی پیش میاد آقای متحری از کسانی که به شدت مخالف و اونها رو خرافی میدونسته خب این که حالا روز مرگ و این آدم رو ببان روز معلم در ایران نامگذاری میکنن من فلسفهش رو نمیدونم این که صرفا یه نفری مثلا یک نظریه پرداز دینی بوده میشه این رو ببان در واقع روز فوتش رو روز معلم در ایران نامگذاری کرد یا نه من حتما تردید دارم ولی به هر حال در همین ایرانی که روز فوت آقای متحری روز معلم نامیده شده در همین شرایط بسیار از معلم ها حالا یک بحث کلی هست که معلم ها در ایران آزاد نیستن اونطوری که عقایدشون هست با دانش آموزان در میون بگذارن حتما باید در چارچوب های حکومتی صحبت بکنن هر کس هم که خواسته از این چارچوب خارج با شدیدترین مجازات ها مواجه شده حالا نمونهش رسول بوداقی هاشم خواستار محمد حبیبی که حالا محمد حبیبی ده سال حکم زندان داره هاشم خواستار معلم سرشناس خراسانی که فقط به خاطر همراهی با گروه چهارده نفری که من پری روز اسم یکیشون رو آقای نوریزاد رو آوردم در بازداشت شدن و تحت فشار هستن فقط به خاطر اینکه نامه نوشتن مسئولیت های خامنه به کردن و حتی روز معلم هم باعث نشد روز معلم بر اساس استاندارد ایران هم باعث نشد که نسبت به همین معلمینی که تنها جرمشون حرف زدن بوده حالا هر حرفی اصلا فکر کنید که بدترین حرف رو هم زدن اما اینکه به خاطر حرف زدن یا اعتراض معلمی به ده سال زندان محکوم شه یا یک معلمی مثل هاشم خواستار رو انواع آزارها رو متوجه خودش و خانوادهش بکنن ببرن در بیمارستان روانی بستریش بکنن برای اینکه خانواده رو تحقیر بکنن یا خودش رو اذیت بکنن خب اینا نشون میده که ادعاهایی هم که میکنن صحت نداره زمینه که بعد نیست بگم که این آقای متحری که روز فوتش رو به عنوان روز معلم نامگذاری کردن دوره زیادی بعد از انقلاب زنده نبوده که مشخص اگر به قدرت میرسید موازهش چی بود اما موازه اعلام شدهش رو اگه بخواید ببینید آقای متحری روز دوازده اردی بهشت 1358 این دقیقا یک ماه بعد از تصویب بعد از رفراندوم جمهور اسلامی فوت کرده میگم به جایی نرسیدی که نشون بده که اگر در قدرت مستقر بشه رفتارش با مردم چطوره چون بسیار از نظریه پردازان و سران و حکومت هم قبل از رسیدن به قدرت حرفای قشنگی میزنه ولی به هر حال آقای متحری شاید شانس رو خوش شانس بوده که به دوره امتحان دادن نرسیده اما قبل از اینکه به قدرت برسه ایشون یکی از صحبت که که اعتقاد داره که باید فضای دانشگاه کشور خیلی آزاد بشه و حتی با استراحت میگه که باید یک مارکسیست معتقد نه اینکه فقط مارکسیست رو خونده باشه کسی که اعتقاد به مارکسیست داره باید اجازه داشته باشه در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس بکنه خب حالا اون آدمی که روز فوتش رو روز معلم نامگذاری کردن و معتقد بوده که حتی یک مارکسیست معتقد باید در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس بکنه در روزی که به نام روز معلم و به نام او ثبت شده بسیار از معلمان زندانی هستن یا تحت احکام سنگین هستن و حکومت حاضر نیست کوچکترین مدارایی باشون بکنه این حالا برای اینکه نامی از معلمان برده باشیم و البته معلم های کشور فقط به کسانی محدود نیستن معلم های واقعی به کسانی محدود نیستن که در حکم استخدامیشون عنوان معلم ثبت معلم بسیار از کسانی هستند که درس زندگی دارن به مردم میدن درس مبارزه میدن پدر پویا بختیاری آتنا دائمی پدر آتنا دائمی نسرین ستوده و بسیاری از زندانیان سیاسی که درس آزادگی درس انسانیت درس زندگی به ما میدن دارن به ما میگن که اگر میخواید موفق باشید بایستی استادگی بکنید اونها معلم هستند و میبینیم که بهترین معلم ها اگر با این نگاه به معلم بخوایم تفسیر بکنیم بهترین معلم ها در روزی که در جمهوری اسلامی نام معلم برش گذاشته شده در زندانن و تحت فشار خودشون و خانواده هاشون یعنی روش هم که به کار گرفته میشه اینکه یک معلم رو یک زندانی رو هزار کیلومتر برتر از شهر زندانی بکنید برای اینکه خانواده رو شکنجه بدید اینها از مظاهر جمهوری اسلامی اما بحث اصلی هم شاید من با اینکه شاید تکرار به نظر اما چون موضوع مهمیه و تصمیم گیره های حکومتی بر مبنای همین آمارها هست و بر زندگی روزمره مردم قطعا اثر خواهد گذاشت من ناچارم باز این بحث رو ادامه بدم به گمانم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته یک بالانسی در آمارهاش ایجاد کنه یعنی اگر در یک زمینه آمار رو بالا در یک زمینه بیاره پایین که مثلا بالانس ایجاد کن. در مورد کرونا دیگه تقریبا اتفاق نظر وجود داره حتی در ارکان خود حکومت حالا میگم اتفاق نظر این که یعنی وقتی به نظرات بخش های مختلف حکومت مراجعه میکنه کنار هم می‌ذارید قطعا به این نتیجه خواهید رسید که آمارهای حکومتی دروغه و آمار رو بسیار کمتر از میزان واقعی اعلام میکنن علاوه بر تردیدهایی که قبلا شده بود بر اساس آمارهای بیمارستانی بر اساس گزارش های مردمی که منتشر شده بود حالا دیگه رسیده به مقامات رسمی آقای دکتر زفرغندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران روز پنجشنبه 11 اردیبهشت یک با خبرگزاری مهر داشته میگه که این که بگوییم آمار تلفات کرونا در ایران با واقعیات خارجی منطبق است یا خیر خیر این عدد فاصله دارد میزان مبتلایان بر اساس تست های آزمایشگاهی مثبت اعلام میشود ولی واقعیت این است که بسیار از افراد علامت ندارند و تست آزمایشگاهی از این افراد انجام نمیشود خب این در شرط داره میگه که از حسن روحانی میاد با تاکید بر اینکه آمار اومده پایین و کنترل شده دستور بازگشایی میده و باز لابد امروز دیدید تصاویر مردم در اتوبوس ها و مراکز عمومی و اظهار نگرانی که شده حالا رسمی غیر رسمی امروز خودم با بعض از افراد صحبت کردم در ایران در قم و تهران با قطعیت میگن آمار دوباره داره میره بالا غیر از آقای زفرغندی یکی از کسانی که تا حالا چند بار نظر کرده آقای محمد جواد حق شناس عضو شورای شهر تهرانه ایشون در واقع به نظر من یک نوع رندی به خرج داده بدونه که خیلی شفاف صحبت کنه اومده یک آمار مقایسه ای داده از میزان دفن شدگان انوات تهران در اسفند 98 و فروردین 99 یعنی دو ماه گذشته و مقایسه کرده با اسفند 97 و فروردین 98 و گفته این آمار 4000 نفر افزایش نشون میده نسبت دفن شدگان اینو بذارید کنار اینکه با توجه به توقف سفرهای جاده ای در این مدت به خاطر کرونا به طور طبیعی تلفات عمومی کشور از جمله تهران کاهش بده کرده مرگ و ناشی از تصادفات و حوادث کاهش بده کرده در این حال آقای آمار آقای حقشناسشون میده که مجموع دفع شدگان اموات تهران در اسفند 98 و فروردین 99 بیش از چهار نفر بیشتر از مدت مشابه سال قبلش یعنی اسفند 97 و فروردین 98 این یک نتیجه گیری خواسته بکنه که این آمار احتمال زیاد مبت... در واقع مرتبط هست با کرونا که اگر این درست باشه و میگم با توجه به اینکه آمار تلفات جا... تصادفات جاده کاهش داشتیم به خاطر توقف سفرها و تعطیل شدن سفرها پس تعداد در واقع دفع شده اگه بخوایم واقعیش نگاه کنیم بیش از 4000 نفره افزایشش بیش از 4000 نفره و این نشون میده که آقای حقشناس یه جوری خواسته برسونه که فقط در شهر تهران چهار، حدود چهار زار نفر باید تلفات کرونا باشه که در حالی که اینا اعلام میکنن کل کشور پنج نفره همزمان با صحبت آقای حقشناس روزنامه شرق هم یه گزارش تهیه کرد در مورد تلفات در واقع تعداد فوت شده های تهران و یک چیزی رو اشاره میکنه که برخلاف روال همیشگی سازمان ثبت احوال الان چند ماهه که آمار مرگ و میر در کشور رو اعلام نمیکنه یعنی احتمال از نگرانی همین مقایسه هایی که به به طور طبیعی انجام خواهد شد سازمان ثبت احوال مثل سایر زمینات اصلا تصمیم گرفتن صورت مسأله رو پاک کنن آمار رو منتشر نکنن که کسی نره آمار رو مقایسه کنه و نتیجه بگیره مثل این برای کشوری خوبه که مردم مثلا همشون خواب باشن برای صد سال پیش خوبه که فضای مجازی نبود اینا بخوان یا نخوان آمار آمارا منتشر میشه جز اینکه آبرو خودشون ببرن البته این دو جنبه داره از یه جنبهش میتونه خطرناک باشه و با اون اینکه بر اساس همین آمارهای دروغ حکومت تصمیم بگیره از جمله تصمیم بگیره به بازگشایی مشاغل بازگشایی احتمالی دانشگاه بازگشایی مراکز مذهبی برقراری مراسم شبهای احیا که میتونه خطرناک باشه از یه طرف میشه نخیر دستور خود حکومت باشه که دروغ بگن که بتونن توجیه کنن که این دومی اگر باشه فاجعه است اون اولی اگر باشه خطرناکه در واقع این یعنی تصمیم گیری اشتباه بر اساس آمار اشتباه که اون در واقع خطرناک بر مردمه اگر دستور خود حکومت باشه که آمار رو پایین بیارن که تصمیماتش رو تصمیماتشون رو از جمله میگم برگزاری مراسم شبهای قدر یا بازگشایی مراکز مذهبی یا بازگشت کارمندان و با کارگران به سر کار خب اون در واقع یک فاجعه اخلاقی و ملی در سطح حکومت خب اینکه حالا به هر حال آمار و ارقام و شواهد نشون میده که تصمیم حکومت مجموعه اینه که آمار تلفات رو نش... کمشون بدن و بعد بهره برداری سیاسی کن دوباره بیان بگن که نمیدارم ما از آمریکا بهتریم از اروپا بهتریم و از این حرفا که اصلا من نمیدونم این چه مقایسه ای که هر بار بحث میشه اگر میگن در ایران زندانی است میگن در آمریکا هم زندانی است میگن در ایران شکنجه میشه میگن در فلان کشور هم شکنجه شد میگن کشتن میگه فلان کشور هم کشتن خب اون کشورهای که میشه اعتقاد ندارن که نماینده خدا بر روی زمین هیچ ادعا ندارن که مظهر مهر و محبت رعفت اسلامی هستن شما با ادعای مظهر رعفت اسلامی و با ادعای اخلاق اسلامی دارید دروغ میگید آدم میکشید چکنجه میکنید دزدی میکنید و راندخاری میکنید خب این آمار کرونا در برابر در واقع در کنار کاهش رسمی و خیلی علنی آمار تلفات کرونا به دلیل سیاست های اقتصادی کشور دارن آمار بورس رو بازدهی بورس رو و سوددهی بورس رو بسیار بالاتر از واقعیت نشون میدن و متاسفانه بسیار از مردمی هم که دستشون به جای بندیز چاره ندارن ظاهرا تنها راه رو برای حفظ ارزش پو... پولشون سرمایه گذاری در بورس میدونن اطلاع ندارن از زمین خوردن بورس و حتی به هشدارهای کارشناسان توجه نمی‌کنن. خب در این شرایط اصرار عجیبی دارن که قیمت در واقع بازدهی بورس رو بارانشون میدن و متاسفانه صدا و که وقتی بحث کوچکترین مسئله میشه از که مثلا یه ربطی به آزادی های مردم داره برای اینکه توجیه کنن سرکوب ها رو صد تا کارشناس هست میارن ندیدم صدا به یک برنامه مناظره ای بگذاره بین موافقان و مخالفان روند فعلی بورس کسانی که ادعا دارن که بورس داره کلاه برداری میشه درش با دستور دولت اونها رو بیارن حرفاشون رو بزنن ولی به هر حال به برکت فضای مجازی که بسیار کاربردش بیشتر از صدا دروغوی جمهوری بیشتر از مؤثرتر از ادعاهای رئیس جمهور شیاد جمهوری اسلامی برای در فضای مجازی حرف منعکس میشه خب من در یک دو برنامه قبلی که صحبت کردم اشاره کردم به صحبت های افرادی مثل آقای فرشاد مؤمنی احمد توکلی و آقای عرب مازار و بعضی افراد دیگه حالا دو تا اظهار نظر جدید هم هست یکی آقای پدرام سلطانی که مشهور به اظهار نظرهایشون نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی و صنایع معدن کشاورزی ایران بوده اظهار نظر خوبی هم داره خیلی هم منش سیاسی نداره اظهار نظرش اقتصادی بر اساس فهم اقتصادیش و سالها تجربهش در اتاق بازرگانی و فعالیت اقتصادی شخصی ببینید کسانی که فعالیت اقتصادی شخصی دارن ناچارن بر اساس آمار و ارقام واقعی کار بکنن با اونایی که از طریق راندخوری حکومتی به جای میرسن من باشون هر کاری ندارم اینهایی که فعالیت خصوصی واقعی میکنن که متاسفم بگم به ندرت هم پیدا میشه کسی بدون زد و بند داخل حکومت حتی به هر یه حد اقل از آدم بتونه به ثروت برسه که این آقا هم ممکن استثنا باشه ولی به هر حال در مورد این آدم تارش منفی گفته نشده من هم شنو نمیشستم بر اساس همین اخبار اطلاعاتی که و اظهار نظرهایی که در فضای مجازی ازش میبینم می آقای پدرام سلطانی در آخرین اظهار نظر کرده یه مقدار سعی کرده که در لفافه یه چیز رو به هم بفهمونه من عین متنشو میخونم میگه رودی در پایین دست به پنج نهر تقسیم میشد و آب رود بین این پنج نهر توضیح میشد حالا تصور کنید چهار نهر را مسدود میکنند آب نهر پنجم تغیان میکند و پنج برابر میشود و تصور کنید که فشار آب هر آن صد روی دو نهر دیگر را بشکند. آب نهر پنجم به کمتر از نصف کاهش مییابد نام نهر پنجم بورس است این خیلی سریح داره میگه که به دلیل اینکه راه های سرمایه بزاری در عرض های دیگر بستند سرمایه زیادی در واقع جاری شده در بورس و یک تغیانی نشون داره این سود حبابی که شکل گرفته ناشی از اونه و البته میگه فشارهایی که وجود داره داره صد رو در دو نهر دیگه میشکنه و به زودی آبی که در این نهر هست به کمتر از نصف خواهد است این هوشداری که داره خیلی مؤدبانانه و محترمانه به سرمایه‌گذاران بورس می در البته سرمایه‌گذاران بورس دو دستن کسانی که بخشش حکومتی انکه با رانت و اینا هست. خب میدونن کجا سرمایه‌گذاری کنن و پولشون رو حفظ کنن مردم عادی هن که میرن سهم میخرن و مشخص نیست سرنوشتشون چیه یا آقای عمران حمید بابل هوایجی که اونم من در همین فضا مجازی دیدم به عنوان کارشناس اختصاصی نظر میده حالا من بعد از تا نظرشون نکردم میخوام میگم گفته که 33 شرکت از شرکت که در بورس تهران معامله می‌شوند ورشکسته هستند. مجموع بدهی حقوقی صاحبان سهام آنها نزدیک به 36 هزار میلیارد تومان است. خب ببینید برای اینکه بدون 36 هزار میلیارد تومان چقدر مقایسه کنید با روند بورس کل سهام 60 تا به عنوان بزرگترین شرکت تامین اجتماعی که در بورس عرضه شده 7 هزار میلیارد تومانه. یعنی رقم بدهی 36 تا از شرکت هایی که داره واگذار میشه مردم داره میرن بدهیشون رو در واقع میخرن متحد میشن بیش از 5 برابر اون سهامی از 60 تا که واگذار شده یعنی اون سهام گفتم 7000 میلیارد تومان و بدهی که این آقا اعلام میکنه برای اون 36 شرکت ورشکسته که در بورس داره معامله میشه و مردم دارن میخرن نمونه من گفتم که پدر شرکتی که 20 میلیارد تومان بوده داره 3800 میلیارد تومان معامله میشه یعنی 190 برابر حدود 200 برابر ارزش واقعی خب این وضعیت داخل بورس با توجه به مسائل ببینید به نظر من حالا حکومت برای نجات خودش داره کارهای انجام میده بعضی از افراد میان میگن که تاکید میکنن که دولت حالا یک برنامه ریزی کرده با جذب سرمایه در بورس میتونه همیشه حتی شرکت های ورشکسته رو احیا بکنه و به سوددهی برسونه خب این که در واقع فرض تقریبا نزدیک به صفره برای اینکه دولت برای تقویت این شرکت ها یا تقویت بورس یا تقویت شرکت ورشکسته که پول جمع نمیکنه داره پول جمع میکنه برای نیازهای روزمره خودش دولت خزانش نزدیک به صفره دنبال انواع راه ها میگرده که خزانه رو به هر حال زنده کنه بتونه حقوق کارمندا رو بده حداقل هزینه رو جبران کنه اما فرض رو میگذارم بر اینکه واقعا دولت یک سیاست گذاری کرده در بورس و از این سیاست گذاری میخواد به یک اهداف خاصی برسه مگه ما در کجا زندگی میکنیم در جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم یک ماه دیگه سرکار گازنباری قالیباف قرار بیاد در مجلس و یارانش اینهایی که معتقدن دولت دزده این دولت خائن سیاستاش همش ناشی از فساده یعنی دولت روحانی خیلی خوشبین باشیم حد اکثر یک سال دیگه سیاستاش ادامه پیدا خواهد کرد اگر فکر کنیم که مجلس هم در برابرش کارشکنی نمیکنه اگر فرض کنیم بحرانی که کل حکومت رو گرفته خامنهای رو وادار میکنه که به قالیباف و دار دستور در مجلس برابر روحانی نیستند خیلی خوش باشیم باشه حد در اکثر یک سال دیگه این سیاست ها ادامه پیدا میکنه کسی که میخواد بیاد بعد از روحانی رئیس جمهور بشه اگر خدای نکرد جمهور سه باشه باعث بیاد علیه سیاست های روحانی موضع کنه که رأی مردم رو جلب کنه همین روشی که در تمام سالهای گذشته بوده باید فحش ها رو متوجه دولت روحانی کرد و باید سیاست ها زیر سوال برد متهمش کرد به فساد که بشه از مردم رنگ گرفت خب اگه خیلی خوشبین باشیم این سیاست هایی که در مورد بورس داره اعلام میشه حد اکثر یک سال دیگه دوام داره فرض رو هم بر این بگذاریم که فشار خارجی تغییر نمیکنه وضعیت در خارج و در داخل بحرانی تر نمیشه به خاطر کرونا یک عوارض اضافی بر اقتصاد کشور تحمیل نمیشه با همه فرض ها دولت روحانی یک سال دیگه این سیاست ها پیدا خواهد کرد و قطعا با تغییر دولت این سیاست ها هم تغییر میکنه اما شرط بدبینانه شمینه که اون خوشبینانه بود بدبینانه اینه که دولت روحانی حداکثر یک ماه دیگه یعنی تا زمان استقرار مجلس بعدی دستش بازه مجلس بعدی که کسانی که رفتن با رأی 7 درصدی کل کشور این آماری که خودشون دارن میدن یعنی میگن که حد اکثر 40 درصد در انتخابات شرکت کردن و حد اکثر رأی که رفت راه یافتگان مجلس پیدا کردن 25 درصد رای دهنده بود یعنی بالاترین حد رأی کسانی که رفتن مجلس 10 درصد جمعیت کل کشور ولی همین 10 درصدی ها به هر حال مجلس در دست خواهند گرفت و یقینا در کارهای دولت دخالت خواهند کرد یعنی میخوام بگم, بگم این یک دوره یک ماهه تا یک ساله حد اکثر این سیاست ها دادام دوام خواهد داشت و اگر فرض کنیم که رانت خاری درش نیست که هست این دولت روحانی ثابت کرد از بعضی جهات از همه دولت ها فاسد تره منطقه این شیکترن و یه مقدار ظریفتر کار میکنن اگر دولت های قبلی خرکی میخوردن و میبردن اینا یه مقدار ظریفترن و با تجربه بیشتر در اینی که سیاست ها اگر فساد رو اصلا فراموش کنیم، رانت رو فراموش کنیم، بی کفایتی رو فراموش کنیم، بی خبری رئیس دولت رو فراموش کنیم که بارها نشون داده که اگر راست بگه از همه چی بیخبره اگر فرض کنیم همه اینا کنار یعنی دولت مطلع با برنامه است فساد درش نیست رانت نیست این سیاست ها بین یک ماه تا یک سال دوام خواهد داشت و کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکنن در واقع دارن بر روی یک سیاست بین یک ماه تا یک ساله سرمایه گذاری میکنن ضمنی که بازم تکرار میکنم این پولی که دولت داره جمع میکنه نه برای احیای بورس نه برای زنده کردن شرکت ورشکسته نه برای راه اندازی اقتصاد کشور و نه برای جبران اون چیزهایی است که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و منجر به ورشکستگی کارخونجات منجر به تعطیلی کارخونجات باعث تعویق هفت ماهه هشت ماهه حقوق کار... کارگرا شده اینا در واقع برای تأمین هزینه های روزمره دولته اینو رو فکر نمیکنم کسی درش تردید داشته باشه برای اینکه اگر یک کمچی چیزی در واقع طراحی اقتصادی قوی بود در سال آخر دولت انجام نمیشه دولت روحانی هفت سال سر کاره و این یک بحث بورس یک بحثی نیست که آره بگی اثر کوچکی بر اقتصاد داشته باشه یا بر زندگی مردم داشته باشه این یک برنامه موفقی بود مثل سایر برنامه‌هاشون که با سرسره اعلام کردن در سال‌های گذشته انجام میدن نه امروز که درآمد نفت نزدیک صفر رسیده و به خاطر فساد روزافزون و دهانهای بازی که در برابر اقتصاد وجود داره روز به روز خزانه خالی تر شده ولی به هر حال میگم با فرض خوشبینانه این سیاست ها در دوره کوتاهی خواهد بود و کسانی که دارن سرمایه گذاری میکنن من باز هم تاکید میکنم برن با افراد خبره مشورت کنن و در جاهای سرمایه گذاری کنن که حداقل ریسکش کمتره فریب تابلوی بورس نخورن تابلوی بورس همون که من گفتم از قول یکی از اقتصاددان ها از قول آقای هم فرشاد مؤمنی هم احمد توکلی هم عرب مازار که پریشب اعلام کردم عرب مازار از مدیران احمدی نژادی توکلی اصولگرای سنتی و فرشاد مؤمنی از اسلامیست سوسیالیست های نزدیک به مهندس موسوی اینا هر ستاشون دارن میگن که در بورس داره کلاه برداری میشه و قیمت هایی که اعلام میشه دروغ بر اساس اطلاعات دروغه و با پنهانکاری وضعیت شرکت ها و جاته. من خواهش میکنم کسانی که میخوان برن بدون توجه به تابلوی بورس که در واقع بازتاب دهنده سیاست های فریب کارانه و از یک طرفی همراه با استیصال دولت. بدون توجه به تابلو اگر میخوان سرمایه گذاری کنن با کسانی مشورت کنن که صاحب نظرن نه با کسانی که منفعت دارن این کسانی که این روزها دارن خیلی سنگ بورس رو به میزنن عموما کسانی هستن که منفعت دارن میبینید کارشناسان مستقل و حتی یک فعال اقتصادی بخش خصوصی که ثروتمندم هست از بزرگترین ثروتمندان ایران هست داره بورس رو تشبیه میکنه یک نهری که علت جریان شدید آب اینه که راههای دیگه بسته شده و به زودی راههای دیگه باز میشه و سدها شکسته میشه و آب این نهر حد دق... خیلی خوش ماشین به نصف تقلیل پیدا میکنه خواهش میکنم که فریب دورت رو نخورید اگرچه خیلی امید ندارم این بار سومی که من دارم میگم متاسفانه شاید مردم از سر ناچاری ناچارن با اینکه میدونن فریب میخورن اما راهی غیر از این فریب خوردن ندارن ولی خواهش میکنم که با چشم بازتر